بررسی رقص‌های کلاسیک و سنتی ایران کار مشکلی است، چون همانطور که می‌دانیم در ایران زبان رقص وجود نداشته و نمی‌توان به تحقیق معلوم کرد که چه رقص‌هایی با چه شکل‌ها و حرکاتی در دوره‌های مختلف تاریخ این سرزمین وجود داشته. با این حال آنچه از تصاویر نقاشی، حجاری، پیکره‌ها، مینیاتور و حتی ادبیات و شعر ایران برمی‌آید، هنر رقص نقش مهمی در زندگی گروه‌های ویژه‌ای از کشور ما ایفا کرده است. در برنامه‌ای که به رقص‌های ایرانی اختصاص یافته، رقص‌های ضرب و زنگوله، چهل ستون، شوشتری و هفت پیکر را که پس از بررسی‌های طولانی در مینیاتورها، نقاشی‌ها و با الهام از همین تصاویر زیبا و دلانگیز به وجود آمده تماشا می‌کنیم. در رقص شوشتری از گام‌های رقصندگان این منطقه و حرکات دلانگیز مراسم جشن و سرور آنها در قالب یک رقص ملی استفاده شده و هماهنگی خاصی میان این حرکات و لباس‌های زیبایی که ویژه رقصندگان 100 سال پیش بوده به وجود آمده.